ملت ایران، روزی که مسئولیت پادشاهی را بر عهده گرفتم، سوگند یاد کردم که تمام همه خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. این قسمت شاه شاهان، نقل قول از ویلیام سالیوان. یکی از جالبترین بازدیدهای من از تأسیسات نظامی ایران، حضور در مانوری نظامی در نزدیکی شهر طبس بود. من به اتفاق گروهی از افسران ارشد ایرانی با یک هواپیمای ترابری نیروی هوایی ایران به سوی محل مانور حرکت کردم. دقایقی بعد هواپیمای دیگری در آسمان ظاهر شد و چند کامیون سربسته با چراغ‌های روشن در مسیر باند توقف کردند و هواپیمای دوم به زمین نشست. شاه به محض خروج از هواپیما پیاده به طرف صف مستقبلین به راه افتاد و بدون توجه به احترامات نظامی مستقیماً به طرف من آمد و دست مرا فشرد. سپس همراه او به سمت جایگاهی که برای نشستن و تماشای نمایش ساخته شده بود حرکت کردیم. شاه از من دعوت کرد تا شروع برنامه در داخل تریلر استراحت کنیم. در داخل تریلر شاه یقه بسته خود را باز کرد و بدون تکلف شروع به گفتگو درباره مسائل مختلف کرد. کمی بعد با زدن به پشت در تریلر به شاه علامت دادند که هواپیماها نزدیک می شوند و نمایش هوایی به زودی آغاز خواهد شد. صحنه ای را که هرگز فراموش نمی کنم این بود که شاه در یک لحظه از جای خود برخاست، لباسش را مرتب کرد و ناگهان تغییر قیافه داد. او در یک چشم به هم زدن از صورت میزبانی بی تکلف و متبسم و مهربان به صورت یک سلطان مستبد با قیافه ای خشک و آهنین درآمد و این تغییر قیافه را با چند حرکت ساده انجام داد. به نظر من تجزیه و تحلیل روانی همین صحنه کوچک تصویر روشنی از ضعف‌های درونی شاه را به دست می‌دهد. او غالباً و در زندگی خصوصی خود تشریفات را دوست نداشت، ولی با تمرین‌های سختی که از کودکی برای ایفای نقش شاه شاهان فرا گرفته بود، تصور می‌کرد بدون این تشریفات نمی‌تواند در نقش یک پادشاه مقتدر ظاهر شود. به عبارت دیگر او ضعف‌های درونی خود را با زرق و برق و تشریفات ظاهری می‌پوشاند.